بیننده‌های عزیز سلام بر شما. در این بخش برنامه جناب نفر دوم صاحب را با خود داریم و همچنان یکی از دوستایی که موتورسیکل سوار هستند. نفر دوم صاحب یک بار دستور دادن که در موتورسیکل ها ساشمه پرتین و شکر بریزین و فلج کنین موتورسیکل ها را، ولی فعلا دستور بدتر از او که موتورسیکل ها را کلا باید قید کنین، چرا که ترور های هدفمند زیاد میکنه. به همین مناسبت میخوایم اولین سوال از ایشان بپرسیم که جناب نفر دوم صاحب ببخشین، چی دشمنی امرای موتورسیکل دارین؟ اولا بر شما عرض کنم که شما به تصمیمای استخباراتی ما شک نداشته باشید. به تخمینهای استخباراتیتون شک نداریم. بله. بفهم. هم تصمیما و هم تخمینهایی که من میکنم اونا را حتما شک نکنین دیگه. دوما یک موضوع استخباراتی است، زیادتر به ما ربط میگیره. چی ربط میگیره؟ میشه توضیح بدین؟ موضوع امنیت که از طریق جمع‌آوری موتورسیکل باید بر مردم ما امنیت بیاریم. شما باید به عوض از اینکه تشویق کنین این روند و این موضوع را حمایت کنین، میاین همیشه دانواز میکنین و سرما انتقاد میکنین. جناب نفر دوم مملکت صاحب، قربان شما، صدها کمپانی، بله، کمپانی های موتورسیکل روزانه فعالیت دارن و اینا مالیه میپردازن. از نگاه مالیه، آیا اول مالیه را از اینا از گردنشان ساقط کردین؟ دوم دیگه، مشکلات موتورسیکل سوارایی که طرف وظیفه میرن، اینا غیر حاضر میشن، ترانسپورت شهری نیست، شما در قدم اول باید ترانسپورت کلا مشکلش حل میکردین بعد این کار را میکردین؟ و دوم دیگه، چگونه جلوی این مشکلات امنیتی را با ای که شما موتورسیکل ها را قید کنین میگیرین؟ شما از یک زاویه این موضوع را باید دقت داشته باشین. از کدام زاویه بر شما بگویم؟ ببینین، موضوع امنیت مردم مهم است یا موضوع کمپانیایی که به ما مالیه میده؟ شما خودتان را بگوید. خب به نظر شما کدامش مهم است؟ به نظر من موضوع امنیت که ما چگونه به مردم امنیت میاریم از طریق جمع‌آوری موتورسیکل. خب چگونه امنیت خیلی مهم است. چگونه امنیت میاریم؟ موتورسیکل گیرین که یکی نباشه، چگونه امنیت میاریم؟ خب امی که جمع میکنیم، امی که موتورسیکل ها را میگیم، سلو رفتارش را میگیم آیسته آیسته برو و تیز رفتارش را ما باید جمع کنیم. چرا جمع میکنیم؟ به این دلیل جمع میکنیم وقتی که ما اینا را تعقیب میکنیم، موتورهای تیز رفتار نداریم، سیستم استخباراتی آنچنانه که فکر میکردیم رسیدگی نمیتونه به این موضوع، پس بنان رای دیگر نیافتیم جزی که جمع کنیم موتورسیکل ها. با شما برمیگردیم جناب موتورسیکل سوار صاحب، قصه کنین بگوین موتورسیکل شما را چی قسم گرفتن؟ تشکر. منم تو رفتار رویسم دسترک گوشه را افتاسم، رفتار رویسم از بینم نمیرفتم، دو گوشه میرفتم یک وقت بسرت تخشن ام موتر بود که کات کت پیش رویم نه دست مرا قید کت ام تو موتورسیکل ما بزرگ دم موتر خود بالا کدک دیگه از پیش من چیز گرفت، نام ما گرفت، همین شماره پلیت ما گرفت. حالا ما چی رقم از بین هزاران هزار دانه موتورسیکل ما موتورسیکل خود پیدا کنیم؟ ببینین شما اجازه بدین، شما جلسات یا گزارشات 8:30 میبینین، تعقیب میکنین، فیسبوک ما را تعقیب میکنین. وقتی که ما اعلامیه دادیم که موتورسیکل ها تمامش باید جمع آوری شد و بجز او موتورسیکل هایی که سلو میره آهسته میره، پس شما خودتان مقصر هستین. بشینین در خانه وقتی که ما اعلامیه می تا که ما موضوع امنیتی رو حل کنیم، شما باز لطف کرده با موتورسیکل تان بیاین در شهر تیم بتین. اکثریت اینا تیم میتن، اکثریت اینا با دو نفر و سه نفر میگیرن، موبایل های مردم دوزی میکنن، اختطاف میکنن، ترور میکنن، پس رای دیگه بر ما نیست جز جمع آوری. جناب نفر دوم صاحب بفرم، شما یک فرمان فیسبوکی نوشته کردین و انتظار دارین که به اون فرمان فیسبوکی شما همه مردم عمل کنن. او کسایی که صفحه شما را در فیسبوک لایک نکردن و با شما فرند نیستن، از این فرمان فیسبوکی شما که خبر نمیشن،
شما فرمان جنبه رسمی هم حتی برش نبخشیدین که به تمام ادارات و به تمام نواحی موتورسیکل میگم مکتوب روان میکردین از طریق حتی مسجدها برای مردم گفته میشد که شما مثلا تا امر ثانیه جنابتان موتورسیکل هایتون از خانه نکشین. شما این کار را کردین؟ خب ببینین در اینجا یک مسئله بسیار جدی دیگام است که به عمق مسئله باید شما توجه داشته باشین. وقتی که ما نام میبریم از فیسبوک از گزارش 6.5 و 7.5 و 8.5 و 9.5، پس مردم مکلف است که فیسبوک ما را تعقیب کنه، فیسبوک ما را بخونه، رای دیگه مردم نداره که باید کار کنه. یعنی این مثل یک فرمان است که ما از آدرس خود به مردم عزیز دوست داشتنی خود ابلاغ کردیم. پس همه مردم باید فیسبوک شما را لایک کنه که تمام پستایتون را ببینن که شما چی میگین و عمل کنن. وقتی که شما رسانه ها و شما مردم متدین که ما را تعقیب میکنین، پس فیسبوک ما را تعقیب بکنین. آنچه که در فیسبوک میگیم و آنچه که از دید استخباراتی ما میگیم و از دید کشفیاتی که ما امروزه در جریان این مسائل هست همچون مسائل هستیم، شما رای ندارین جز اینکه فیسبوک ما را لایک کنین و کامنت های مثبت. شما در پست فیسبوکیتون گفتین که موتورسیکل ها در کوچه های تنگ باعث تو رای عرفمند میشن. حالا گیریم قبول، گیریم درست، حرفتان متین. دقیق. مشکل سرک های کلان چی تو میشه؟ اونجا هم موتورهای تیزرفتار واقعا خطرساز هستن. آیا موتورهای تیزرفتار را هم شما توقف میتین؟ مشکل بایسکل ها را چیکار میکنین؟ بایسکل ها را توقف میتین؟ مردم چیکار کنن بالاخره؟ این یک روند است که تازه ما ایجاد کردیم که از سر موتورسیکل ها ما شروع کردیم. انشالله تعالی به مردم عزیز خود میگیم که یک پروگرام، یک برنامه امنیتی داریم سر بایسیکل ها، داریم سر موتورها. و ما پیشنهاد میکنم به مردم که از این امی کراچی هایی که از امی بایسیکلک های تفلانه و میتونن که از امی چی میگن گادیا استفاده کنن، هم اقتصاد ما ضربه نمیبینه و هم مسائل کمپانی ره که شما گفتین کمپانی هم راکت نمیمونه که ما ای را قبلا برنامهش سنجیدیم و به مردم پیشنهاد. فکر نمیکنید که آدرس کاملا اشتباه گرفتین؟ میتونستین راحت به جایی که موتورسیکل ها را قید کنین جلوی تو روره چه داره میگرفتین به یک شکل از آدرس از رای نظامی یا رای دیگه که شم استخباراتی تان براتون میگه؟ موضوع خوب را یاد کردین. شم استخباراتی به ما اجازه میده که هر نوع تدابیر امنیتی که گرفته بتونیم ما سر از او حاکم و مطلق باید او را سر مردم اجرا کنیم. امیدوار هستم که بند شدن این موتورسیکل ها بتونه که در این کشور امنیت بیاره. اگر واقعا نبود موتورسیکل در کشور امنیت میاره و صلح میاره، ما از تمام مردم خواهش میکنیم که دیگه موتورسیکل اصلا نخرند. دقیقا. سلامت باشین. از هر دویتان جانی سپاس. سلامت باشین. زنده باشین.